هم مدرسه. خدای من چقدر قشنگ بود، سفید سفید، سفیدیش چشم آدم رو خیره می کرد. مثل جایی بود که جشن گرفته بوده. کدوم طرف بایستی می رفتم؟ اون خواهر مراد بود. پس خود مراد کجا بود؟ مراد توی صف ایستاده بود، بدون اینکه خجالت بکشه اونجا ایستاده بود. اسن معلمم داشت می اومد. کاش منو می دید. در حال که بچه ها رو نگاه می کردم، کنار صف اونها ایستادم و منتظر بودم که معلم منو ببینه. وقتی که بچه های همسن و سال خودم رو می دیدم، خجالت می کشیدم. برای اینکه هم تنها به مدرسه رفته بودم، بقیه بچه ها با پدر و مادر یا برادر و خواهر بزرگتر خودشون اومده بودن، و هم این که کیف من از پارچه سفید دوخته شده بود و بقیه بچه ها کیفشون رو از مغازه خریده بودن که قفلم داشت، و دیگه این که از ترس دیر رسیدن به مدرسه شستن دست و روم رو فراموش کرده بودم و یونجه مرطوبی هم که صبح چیده بودم دست هام رو شبیه دست های رنگ رس ها کرده بود. هم میخواستم کیف و دست هام رو قایم کنم و هم میخواستم خودم رو به دیگرون نشون بدم، اما هیچ کس متوجه من نمیشد. بالاخره مراد منو دید. فکر کردم الانه که منو صدا کنه، ولی او پسر بغل دستیش رو صدا زد و بعد با نشون دادن من به هم دیگه شروع به خندیدن کردن. اونها چیزهایی رو که من میخواستم قایم کنم دیده بودن و شروع به خندیدن کرده بودن. هه هه هه، کیفش رو نگاه کن، از پارچه درست کردن. انگشتاش رو نگاه کن، سبز رنگه. از عصبانیت یا از روی خجالت بود دلم میخواست به خونه برگردم، ولی اسن معلم سر رسید و گفت به به تیرکش، اومدی درس بخونی؟ ها؟ باریکالله باریکالله، بیا تو هم توی این صف بیست، اینا هم کلاسی های تو هن. و منو به طرف صف مراد و بچه های دیگه برد. به صف مراد و بچه ها که رسیدیم، باز اونها به من خندیدن. همینجا بیست. اسن آقا، من دلم نمیخواد اینجا بیستم. اگه میشه منو به یه صفحه دیگه ببر. باز صدای بچه ها رو شنیدم که با سرزنش میگفتن نگاش کن، به جای این که بگه آقا معلم میگه اسن آقا. اسن آقا طوری به مراد و بچه های دیگه نگاه کرد که همه اونها سرشون رو پایین انداختن و ساکت شدن و من خیلی خوشحال شدم. بعد رو به من کرد و گفت خب باشه باشه، پس بریم، تو بیا اینجا پیش خواهرهات بایست. مدرسه اولین جایی بود که من به تنهایی به اونجا رفته بودم. مدرسه اولین جایی بود که بیرون از خونمون به خاطر یتیم بودنم به سختی خجالت کشیده بودم. مدرسه جایی بود که بین من و همکلاسی های دیگه امتیاز قائل می شد. جایی که اولین نمره 20 رو به من داد. مدرسه جایی بود که در میون جمع عکس گرفتم و بعد اون رو در داخل قاب کوچیکی گذاشتم و از دیوار آویزون کردم. مدرسه اولین جایی بود که منو به عنوان شاگرد ممتاز شناخت و تشویقم کرد. و مدرسه اولین جایی بود که مثل خونه اولم منو به طرف خودش جلب کرد. نمیدونم به خاطر اومدن مادر جدیدم بود یا رفتن به مدرسه که دوست می‌داشتم به تنهایی در گوشه‌ای بنشینم و فکر کنم، مخصوصا کنار همون درخت تنومندی که نزدیک خونمون بود. اون درخت تنومندم مثل من تنها بود. اگه دو تنها با هم باشن دیگه تنها نیستن و میتونن هم صحبت هم دیگه بشن. کارهای خونه که تموم می شد از خونه بیرون می رفتم و درخت رو می دیدم که برام دست تکون می داد. منم می گفتم اومدم. عجیب بود،
وقتی پیش اون درخت می رفتم اول به یاد مادر مرحومم می افتادم و بعد به یاد مادر جدیدم. اون روز روز بازار بود. مدرسه تعطیل بود و منم بیکار بودم و دلم می خواست درباره مادرهام با درخت درد دل کنم. مادر، زمانی اعتقادم به برگشتن تو به اندازه این درخت بزرگ بود، بلند بود و با طراوت. حالا اون باور روز به روز کوچیک و کوچیکتر و بیرنگ و بیرنگتر میشه. اون باور مثل نیست شدن تو میرفت که به کلی نیست بشه. پدر، دلم میخواد از تو به این درخت شکایت کنم. تو نباید مادری به این بدی میگرفتی. مگه من بچه بدی بودم که چون این مادری برام آوردی؟ همه منو پسر خوبی میدونن. چای رو که خودم برات درست میکنم. پدر، خب لباسها رو هم میشستم دیگه. اگر نمیتونستم لباسها رو بشورم، ولی میتونستم که توی اجاق آتیش درست کنم و آب رو گرم کنم که برای چای درست کردن و لباس شستن نباید مادری به این بدی میگرفتی پدر. اگرم لازم بود باید یه مادر مهربون و خوب میگرفتی. داداش تیکش، الان یه نون یوغنی تخم مرغی خوردم. داداش کوچیکم نوری بود که نامادریم به دنیا آورده بود. او تازه داشت زبون باز میکرد. این مژده او شکم گرستم رو گرسنه تر کرد. گفتم باریکلا باریکلا. نوری گفت ولی مادرم گفت به تو نگم. این حرف او باعث شد تا پام رو که روی درگاه گذاشته بودم عقب بکشم. چی؟ چی؟ مادر چه چیزی رو گفت که به من نگی؟ این که نون یوغنی تخم مرغی خوردم. گفتم عزیزم اگه چیزی رو به تو گفتن نگو پس نگو. دل شکستم شکسته تر شد. اما از داداش کوچیکم مخفی کردم. اگه چیزی هم به اون میگفتم متوجه نمیشد. او چشماش رو گرد کرد و نگاهی به صورت من انداخت و گفت داداش تیکش چی شده؟ گفتم هیچی، امروز صفر گرفتم، به خاطر همینم سرم درد میکنه. گفت پس دفعه دیگه صفر نگیر. گفتم باشه. حالا برو عزیزم، برو. موهای لطیف نوری کوچولو رو نوازش کردم و وارد خونه شدم. نامادریم داشت دیگ رو میشست که منو دید. با این حال ندیده گرفت و به کارش ادامه داد. منم مثل همیشه برای درست کردن چایی کنار اجاق رفتم و آتیش زیر اون رو جمع کردم و بعد مشغول شستن دست و صورتم شدم. توی سفره مثل همیشه نون سفت و قند کثیف بود و دیگه هیچ. مشغول درست کردن چایی شدم و منتظر موندم تا نامادریم با لحن خشن همیشگیش بگه بیا اینم سهم تو و برام نون روغنی تخم مرغی بیاره. اما خبری نبود. دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم و گفتم پس سهم من از نون روغنی تخم مرغی چی شد؟ نامادریم که تازه کارش تموم شده بود نزدیک بود چشماش از حدقه در بیاد. نون روغنی تخم مرغی؟ منظورت چیه؟ الان نوری گفت. اشتباه کرده. شاید اشتباه کرده.
ولی هم تو و هم اون روغنی تخم مرغی خوردید. این بار دیگه رک و راست هر چی توی دلش بود به زبون آورد. به قول پدرم دهنش عین مسلسلای توی فیلم‌ها شروع به شلیک کرد. بله خوردم، میخورم، چرا نخورم؟ برو به پدرت خبر بده. اگه هر چیزی که دلم خواست نخورم و هر چیزی که دلم خواست نپوشم، شوهر رو میخوام چیکار؟ حالا فقط یک بار میگم خوب گوش کن. این که نون روغنی تخم مرغی بود، قطاب گوشتی هم میخورم، به نوری هم میدم، اون بچه خودمه، ولی تو یتیمی. اگر دلم خواست به تو میدم و اگه دلم نخواست نمیدم. تو رو دست من موندی. اگه هر چیزی که پخته میشد تو هم میخوردی که یتیم نبودی. بعدم درو محکم بست و بیرون رفت. تو هم راست میگی ای زن بد قلب. اگه از هر غذایی که پخته میشد سهمی میداشتم که بی مادر نبودم. سر و صدایی که از بیرون بلند شد منو از خیالاتم بیرون کشید. من به تو چی گفتم؟ چرا به اون یتیم چه گفتی که نون روغنی تخم مرغی خوردی؟ حالا که گفتی بگیر. صدای گریه نوری کوچولو عین سوزن پرده گوشم رو سوراخ کرد. دفعه دیگه میگی؟ نه مادر، دیگه نمیگم. یه دفعه یادم افتاد که نوری کوچولو برادر منه. فوری از اتاق بیرون رفتم و کلوخ بزرگی برداشتم و به سمت نامادریم پرتاب کردم. کلوخ به دستی که با اون گوش نوری کوچولو رو محکم گرفته بود خورد. نوری کوچولو دوید و خودش رو توی بغل من انداخت. با حرص و لج گفتم اگه بازم نوری کوچولو رو بزنی اون وقت من میدونم که چی کار کنم. نمیدونم گذشت کرد یا اینکه از کلوخ ترسید. چند لحظه به من و نوری کوچولو نگاه کرد و بعد بدون اینکه چیزی بگه رفت توی خونه. نوری کوچولو دوباره مشغول بازی شد. منم از توی چمدون کتاب کروغلی رو که چند روز پیش پدرم خریده بود زیر بغل گذاشتم و نصف یه نون رو هم توی جیب پالتو هم گذاشتم و سراغ 5 تا گوسفندمون رفتم که مثل هر روز منتظر من بودن. اون روز وقتی مشغول گوسفند چرونی بودم به آخرین فصل کتاب کروغلی یعنی ماجرای پیرزن رسیدم. پدرم سفارش کرده بود که هر فصل رو برای او بخونم. این روخونی به من کمک کرد که هم بهترین روخون کلاس دوم بشم و هم از پدرم تعریف و تمجیدهای زیادی بشنوم. فصل پیرزن رو که خوندم اوقاتم تلخ شد، چون اون پیرزن خیلی شبیه نامادریم بود و منو به یاد او مینداخت. شب که شد نوری کوچولو ماجرای اون روز رو برای پدرم تعریف کرد. وقتی پدرم علت اون رو پرسید برای من فرصت خوبی پیش اومد تا ماجرا رو مو به مو براش تعریف کنه. ناگهان با صدای شکستن چیزی من و نوری از جا پریدیم. نامادریم وقتی دیده بود که من قضیه رو برای پدرم تعریف میکنم فهمیده بود که پدرم به راحتی از این موضوع نمیگذره و آروم بلند شده بود تا بره بیرون. اما پدرم پیاله چایی رو محکم به پشت سر او پرتاب کرده بود. پیاله به دیوار اتاق خورده بود و شکسته بود و صدای اون بود که ما رو ترسونده بود. این درست که نامادریم اون روز نون روغنی تخم مرغی خورد، ولی در عوض مجبور شد هوای سرد شب اول بهار رو هم بخوره و تا وقتی که پدرم با گوش کردن داستان کروغلی آروم گرفت او جرأت نکرد توی خونه بیاد. شب دیر وقت وقتی که پدرم به بیرون خونه رفت او هم بی سر و صدا وارد اتاق شد. چپ چپ نگاهی به من کرد و بعد لحاف رو دور خودش سفت پیچید و خوابید. من همونطور که دراز کشیده بودم با خودم می گفتم ای زن، تو هر قدرم که ملایم باشی منو ببخش، چون مشکل تازه ای برای من هستی. سهم من از مهر مادر کم بود، از نامادری چه انتظاری میشه داشت؟
آخه مادر خودم که منو به دنیا آورده بود، منو ترک کرده بود و رفته بود. کلاس هفتم رو قبول شده بودم و تعطیلات تابستونی رو میگذروندم. تا اون وقت چیزای خیلی خوبی از مدرسه یاد گرفته بودم. در ساعتهایی که اسناغا اون چیزهای خوب رو یادم میداد، به خلاف میلم هر لحظه نامادریم جلو چشمام ظاهر میشد. شاید به خاطر اینکه او هم چیزایی به من یاد داده بود. واقعاً او چه چیز به من یاد داده بود؟ چیزی که او همیشه به من یاد می داد این بود: بیزاری از آدم ها. بله، من در تعطیلات بودم. راستش رو بخواید برای من نبودن تعطیلات بهتر از بودن اون بود. برای اینکه از سحر تا غروب آفتاب بایستی در مزرعه اشتراکی کار می کردم. من مثل سگ خسته می شدم، اما زحمت هام هیچ وقت به اسم خودم تمام نمی شد، بلکه به اسم کسی بود که از او سخت بیزار بودم. حسابدار داره میاد. این صدا توجه همه رو به موتورسیکلتی که از کنار مزرعه می اومد جلب کرد. او بدون اینکه به کشاورزها توجهی بکنه از کنار اونها رد شد و به طرف تنها درخت بید رفت که در کرت همسایه بود. نمی دونم چرا اومدن او نه تنها کشاورزها بلکه هیچ کس رو خوشحال نکرد. کمی بعد صدای سرکارگر مزرعه قزاق بای آقا بلند شد: یکی یکی زیر اون درخت بید بیاید تا حقوقتون رو بگیرید. بعد رو به چایچی مزرعه خاله گزل کرد و گفت: گزل، آه گزل، تو هم قمقمه و وسایل تو بردار و به اونجا برو، چای رو اونجا میخوریم. یکی دو نفر از بچه ها رو برای کمک ببر. تیرکشم اینجاست. من داسم رو گذاشتم و برای کمک کردن به خاله گزل حرکت کردم. پیاله ها و وسایل رو که جمع می کردیم، از او درباره اتفاقی که افتاده بود و من از اون هیچ خوشم نیومده بود سوال کردم. میونه من با خاله گزل خیلی خوب بود. او نسبت به زنهای دیگه با من صمیمی تر بود. خاله گزل، چرا حسابدار اینجا نایستاد؟ او پارچه دور سرش رو مرتب کرد و گفت: بچه جون، او هیچ وقت اینجا نمی ایسته، چون کشاورزای زحمتکش رو پست‌تر از خودش می دونه. گرمای اینجا هم برای او غیر قابل تحمله. او در تابستون جای خنک و در زمستون جای گرم می خواد. گفتم: این چیزا رو که همه میخوان خاله گزل. خاله گزل گفت: برای اون بیشتر از همه لازمه. حسابدار رنج کشیدن رو دوست نداره. ببینی که حالا هم داره پول مردم رو میده، اما انگار از گوشت تنش میده، در حالی که نتیجه زحمات و حق اون بندگان بیچاره خداست. هنوز هم یک چیز رو نمیتونستم بفهمم. پرسیدم: خاله گزل، چرا این آدم ها رو پست‌تر از خودش میدونه؟ اون چه چیزی بیشتر از ما داره؟ خاله گزل گفت: آخ تیرکش جون، هنوز تو بچه ای. پول و ثروت حسابدار از این آدم ها بیشتره. پول؟ راستی؟ مثل این که تو درباره اون حسابدار چیزی نمیدونی. تو خونه او رو ندیدی؟ گفتم: از بیرون دیدمش. گفت: اگه توی خونه رو می دیدی چی؟ بعضی وقتا که برای گرفتن حقوق به خونش میریم، سلاممون رو هم جواب نمیده. با اشاره سرش حرف میزنه و با حرکت چشمهاش از خونه بیرون میندازه. اگه دیدی بگو ببینم خونش چطور بود.
گفتم مثل مدرسه‌مون بود. او نگذاشت که حرف من تموم بشه، گفت تو آبادی خونه‌ای هست که مثل خونه اون باشه؟ نیست. آخ تیرکشو، نگذار از این حسابدار صحبت کنه. من اونو خیلی خوب میشناسم، 20 ساله که میشناسمش. اولا که تا از کسی نترسه به او سلام نمی کنه. وقتی هم که حقوق میده خورده هاش رو نمیده. چند وقت پیش وقتی آلتی بیچاره رو احمقی به نام کاکا به خاطر یه درخت گرز کتک میزنه، آلتی بیچاره عریضه می نویسه و پیش حسابدار میره. او هم عریضه رو از آلتی میگیره و راحت پاره میکنه. بیچاره آلتی آخرش هم نتونست کاری بکنه. بعدن از دوروبر شنیدم که همون شب کاکا یه گوسفند به خونه یه حسابدار برده. بعد از اینکه خاله گزل درباره یه حسابدار این حرفا رو زد، از او خیلی بدم اومد. وقتی پیش حسابدار رسیدیم، مراد رو دیدم که با علاقه زیاد گرد و خاک موتورسیکلت او رو تمیز میکرد. نمیدونم حسابدار از او خواسته بود یا خودش این کار رو میکرد. بعد از اینکه چای حاضر شد، با کنجکاوی به حسابدار که حقوقها رو میداد نگاه کردم. همونطوری بود که خاله گزل تعریف میکرد. قدش متوسط بود و کلاهی بر سر داشت. با سبیل کوتاه شدش روی هم رفته آدم مرتبی بود. این سنگ هاون دو زانوش رو پهن کرده بود و نشسته بود. قیافش مثل نامادرین بود، سرد و بیروح. هر کس برای گرفتن حقوق پیش اون می اومد، اول او رو برانداز می کرد، بعد بادی به قبقبش می انداخت و مزدش رو می داد. با صدای خشن می گفت بشمار. بعضی ها پول رو می شمردن و بعضی ها نمی شمردن. به هر کسی که پول رو میشمرد با تمسخر میگفت درسته؟ بله؟ گفته یه خاله گزل درست بود. او به هیچ کس خورده های حقوقش رو نمیداد و کسی هم حرفی نمیزد. وقتی به خاطر شمردن پول مردم رو مسخره میکرد، کی جرأت داشت که از او پول خورد باقی مونده حقوقش رو بخواد؟ شایدم میترسیدن، اما نه، فکر نمی کنم. اونا نمی خواستن مثل خود او رفتار کنه. آخه مردم خیلی با گذشتر از او بودن. چای حاضره. صدای دعوت دلپذیر خاله گزل برای نوشیدن چای مثل همیشه همه رو به 4 گروه تقسیم کرد. همه بخشاشون رو باز کردن و برای خوردن چای قبل از ظهر نشستن. 4 گروه شامل گروه مردها، گروه زنها، گروه های پسرهای محصل مثل خودم و دخترها بودن. در همین وقت نوبت حقوق گرفتن من شد. حسابدار مثل گربه‌ای که بخواد روی شکار شیرجه بزنه، بدون پلک زدن مدتی منو نگاه کرد. بعد قزاق بای آقا رو صدا کرد و گفت این پسر با این چشمای سوراخ شدهش کیه؟ خیلی عصبانی شدم. راستش پلکام کمی ورم کرده بود. اگر سرم رو کمی بالا نمی گرفتم، پلکام زیاد باز نمی شدن. ولی تا اون وقت کسی اونطور منو تحقیر نکرده بود. خشم خودم رو پنهون کردم و گفتم حسابدار، با چشمم کاری نداشته باش، مزدم رو بده. سرکارگر سال خورده رو به من کرد و گفت با آدم بزرگ اینجوری صحبت نمی کنن. بعد اشارهی به من کرد و لبش رو گاز گرفت. حسابدار باز هم زخم زبون زد. به به، این گنجش کوچولو چه جیک جیکی میکنه؟ و زد زیر خنده. با خنده او قزاق بای آقا هم شروع به خندیدن کرد. حسابدار یک دفعه روشو در هم کشید و پرسید اسم خانوادگی چیه؟ به جای من قزاق بای آقا جواب داد تیرکش پسر سگدوف. حسابدار شونه ای بالا انداخت و گفت ولی کسی به این اسم توی فهرست ما نیست. دلم ریخت پایین و تنم داغ شد.